تظاهرات و راهپیمایی 7 ساعته ایرانیان در پاریس به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی برای آزادی و استقلال علیه دیکتاتوری و وابستگی. یک شنبه 23 بهمن 1401 12 فوریه 2023 حمایت از قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران، پشتیبانی از ارتش آزادی بخش ملی و کانونهای شورشی، ضامن پیروزی قیام خلق. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی. اجتماع بزرگ و سخنرانی خانم مریم رجوی و شماری از نمایندگان پارلمان، شهرداران و شخصیت‌های سیاسی در میدان تاریخی دانفروشرو، نماد دفاع ملی و سنگر فرماندهی مقاومت ضد فاشیستی فرانسه. خانم مریم رجوی در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی، در پرتو قیام پرشکوه ماه‌های اخیر و خونهایی که همچنان از پیکر مردم ایران جاری است، کلمه حقی انقلاب از اسارت شاه و شیخ رها شده و بر صدر نشسته است. آری، این انقلاب است که می درخشد، می رزمد و بر آن است که آرمان آزادی را به پیروزی برساند. دیکتاتوری شاه یک دیکتاتوری فاسد و خونریز منجر شد. امروز ایرانی ها دوباره پرچم را به دست گرفتند و شعار می دهند مرگ بر هر گونه دیکتاتوری، نه تاج و نه عمامه. گی فرهوفستاد، نخست وزیر پیشین بلژیک. خانم رجوی یک زن شجاع است و زنان ایران پیشتاز دوران جدید دموکراسی در ایران خواهند بود. ایران از دیکتاتورها آزاد خواهد شد و مردم شجاع ایران آن را پس خواهند گرفت. زنده باد ایران آزاد و دموکراتیک. و سخنگوی پارلمان انگلستان 2009 تا 2019. ما می‌دانیم که رژیم شاه یک دیکتاتوری فاسد بود، فاسد در غارت و کشتار. شاه به دموکراسی و آزادی بیان و حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها معتقد نبود و به خاطر همین باید از حکومت خلع می‌شد و شد. آخوندهایی که روی کار آمدند انقلاب را به سرقت بردند. باشد که به یمن شجاعت و رهبری خانم رجوی به آزادی دست پیدا کنید. Arrondissement.
در شهرداری منطقه دو نمایشگاهی رو در رابطه با قتل عام سال 67 برگزار کردم، جایی که زندانیان مجاهد تک به تک اعدام شدند در حالی که بی‌دفاع بودند، زندانی شده بودند و توسط آخوندها اعدام شدند، همون آخوندهایی که همچنان بر سر قدرت هستند. ده هزاران نفر در عرض چند ماه اعدام شدند. من در اون تاریخ از خانم مریم رجوی استقبال کردم در شهرداری منطقه دو. میخوام به ایشون بگم همه یه تحسینم رو ابراز کنم به خاطر مبارزش به عنوان یک زن، به عنوان یک حامی دموکراسی و به عنوان مسئول سیاسی. تا آخر ادامه میدیم، تا پیروزی ادامه میدیم. از شما متشکرم. عمامه که به جای تاج آمده سمبولیزه میکنه همه ی نقص های حقوق بشر رو، همه ی جنایت های این رژیم رو. این رژیم مجرم هست به خاطر نسل کشی علیه مردم و تهدید میکنه امنیت همه ی جهان رو. به همین دلیل همه ی کشورها باید متحد بشن و ما به همین دلیل اینجا هستیم تا فقط یک پیام رو برسونیم. باید مبارزه کرد، باید که انقلابی که همکنون در جریان به سرانجام برسه، باید آزادی و دموکراسی پیروز بشن و همچنین جمهوری در ایران برقرار بشه، همچنان که برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی خواهان اون هست. این همبستگی، این همبستگی خودش رو نشون میده در تیرانا، در کمپ اشرف، در آلبانی. آلبانی که تونست با قاطعیت عمل کنه و سفارت رژیم ایران رو ببنده و اخراج کنه اون به اصطلاح دیپلمات ها رو. در اشرف زنان و مردانی هستند که سمبولیزه می کنند امید و مبارزه برای آزادی رو و ما همبسته هستیم با اونها. به اونها این پیام رو میدیم، با همه اونهایی که در کنار ما هستند، که این مبارزه وقتی تموم میشه که واژه‌ای که ما الان اون رو گرامی میداریم به سرانجام برسه، یعنی زنده باد دموکراسی، زنده باد جمهوری، زنده باد آزادی. خیلی خوب است که اینجا در طرف درست تاریخ قرار داشته باشیم. اینجا در میدان دانفر روشرو پاریس با همه ایرانیان در تبعید، ما در کنار تظاهر کنندگانی هستیم که در ایران هستند، در همه جای ایران، و ما به گرامی می‌داریم امروز تاریخ سقوط دیکتاتوری شاه رو، یک دیکتاتوری که فاسد بود، یک دیکتاتوری خونریز. و ما تقریبا از دوباره به نقطه شروع رسیدیم، چون که امروز مثل دیروز همون ارزش‌ها، همون اصول هستن که داریم ازشون دفاع میکنیم: آزادی مردم ایران و حق دموکراسی برای مردم ایران. یک دموکراسی که به سرقت رفت، منحرف شد، دزدیده شد توسط خمینی، که به جای شاه اومد و سوء استفاده کرد از این وضعیتی که شاه به وجود آورده بود و حذف کرده بود، اعدام کرده بود، به قتل رسونده بود تعداد زیادی از رهبران مخالف دیکتاتوری اون رو. ولی امروز ایرانی ها دوباره پرچم رو به دست گرفتن، دوباره به خیابان ها آمدن و تظاهر کنندگان در خیابان های ایران شعار می دهند
مرگ بر همه دیکتاتورها، چه دیکتاتوری آخوندها یا دیکتاتوری شاه. نه تاج و نه امامه. امروز ایران از نیرویی برخورداره که در شهرهای ایران، در خیابانهای تهران حاضر هست، اما همچنین در سراسر جهان، به خصوص اینجا در فرانسه و در پاریس. من به شورای ملی مقاومت ایران اشاره می کنم. مثل ما سالیان پیش، مثل فرانسه، در همین جا، در همین میدان که یک مقاومت رو به وجود آورده بود که به فرانسه اجازه داد خارج بشه از جنگ جهانی دوم، نه به عنوان شکست خورده بلکه به عنوان نیروی پیروز، و اجازه داد که انتقال از فاشیسم به سمت آزادی و دموکراسی با نظم و ترتیب صورت بگیره، با احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، با احترام به قوانین. امروز ایران هم یک مقاومت داره، مقاومتی که مبارزه میکنه، سازمان یافته هست، نبرد میکنه در داخل ایران و در خارج ایران، و تضمین یک انتقال هست، انتقال منظم به دور از هرج و مرج. این نبردی برای زنان هست، برای آزادی همه مردم ایران. و برنامه این بانو، این خانوم، یک برنامه خیلی ساده است. اول از همه ده ماده ای هست، یعنی آزادی، انتخابات آزادی، یک انتقال واقعی به سمت دموکراسی. بعدش جدایی دین از دولت که اساسی و ضروری است. جدایی دین و دولت موضوع اساسی هست، و با این جدایی آزادی بین زنان و مردان رو تضمین میکنه. موضوع بعدی آزادی برابری بین زنان و مردان هست که توسط این موضوع تضمین میشه در این برنامه، و پایان جاه طلبی های اتمی رژیم ایران، پایان تهدید اتمی رژیم ایران، پایان برنامه اتمی رژیم ایران که به زانو در آورده، به لرزه میندازه دموکراسی های ما رو. پس زمان آن است که زمان آن است که به پا خیزیم، دیگه نترسیم، به زانو در نیاییم، به روبرو نگاه کنیم، در برابر دیکتاتوری حاکم بر ایران به زانو در نیاییم، نه فقط مردم ایران بلکه ما اینجا در فرانسه و در اروپا، چون که نبرد مردم ایران مبارزه ما هم هست. ایران آزاد باید توسط دولت‌های ما حمایت بشه، و انتقال به سمت دموکراسی توسط یک زن با جنبشی که در رأسش یک زن هست به نام مریم رجوی، باید این جنبش رو به رسمیت شناخت. شورای ملی مقاومت باید بهش کمک بشه و به رسمیت شناخته بشه توسط دولت‌های ما. هر تلاشی توسط دموکراسی‌های ما، دولت‌های ما و رؤسای دولت‌های ما برای حمایت است، بازگشت به یک رژیم فاسد و خونریز، بازگشت به یک دیکتاتوری، چه یک ورژن دیگه ای از آخوندها باشه، یا ورژن دیگه ای از سلطنت یا شاه، یک خیانت هست به مردم ایران. و ما اینجا هستیم برای این که تضمین کنیم که مسیر مردم ایران، صدای مردم ایران شنیده خواهد شد، و اجازه نخواهیم داد که دولت‌های ما همدست بشن یک بار دیگه برای سوء استفاده از حق مردم ایران به دموکراسی. ما اینجا هستیم برای اینکه صدای همه اونهایی رو به گوش‌ها برسونیم که در تهران، در ایران و در همه شهرهای این کشور نمیتونن صداشون رو برسونن. ما اینجا هستیم تا به گرامی بداریم یاد همه جوانانی که اعدام شدند، چون مثل ما امروز اینجا در پاریس تظاهرات کردند برای حقوقش، و اونها به قتل رسیدن به خاطر اینکه همین کاری رو میکردن که ما امروز داریم میکنیم. ما برای اونها مبارزه میکنیم و تا آخر مبارزه خواهیم کرد، تا روزی که دموکراسی در ایران برقرار بشه.
همه این قدرت ها، همه این قدرت، همه این اعتراضات، همه این انقلاب غیر ممکن می بود اگر یک Myriam Rajavi, la tête de la résistance. اگر یک بانوی فوق‌العاده در رأس این مقاومت نبود، یعنی خانم مریم رجوی. عذرخواهی کنم که نمیتونم به زبان شما صحبت کنم، یعنی به فارسی، و خیلی خوب فارسی رو بلد نیستم و به فرانسوی صحبت میکنم، ولی یک چیز رو میدونم، اگر فرانسوی صحبت کنیم، زبان شما رو هم داریم صحبت میکنیم، دو کلمه مثل هم هست، دیکتاتوری و دموکراسی. اینها واژه‌هاش مشابه هست در فرانسه و در فارسی. و میخوام تشکر کنم اول از همه از خانم رجوی که من رو همراه کرد در این گرامی داشت، در این یاد بود. او یک زن شجاع است و باید بگم که زنان ایران پیشتاز دوران جدید دموکراتیک در ایران خواهند بود. امروز 44مین سالگرد انقلاب ایران است، انقلابی که چندین هفته قیام در اون علیه شاه صورت گرفت و سرانجام نابودی رژیم شاه رو رقم زد. این امیدهای مردمی به سرعت از بین رفت وقتی که روشن شد خیلی سریع که یک دیکتاتور جدید جایگزین دیکتاتور قبلی شده. از وقتی که آخوندها قدرت رو به دست گرفتند، حتی یک روز هم بدون این نگذشت که نقض‌هایی صورت بگیره و کشتارهایی به دست رژیم اسلامی، یک جایگزینی جنایت خونریز علیه مردم ایران صورت گرفت. و به سختی میشه باور کرد که این افراد شجاع، این زنان، این مردان شجاع که بارها و بارها این قدرت رو دوباره به دست آوردن که قیام کنن، به خیابون ها بیان، به جان خریدن خطر برای جونشون علیه این رژیم قیام کنند، به رغم 4 دهه سرکوب و اعدام و قتل هزاران هزار بیگناه، فقط به خاطر اینکه ایران آزاد و دموکراتیک هدف اونهاست. من باید به شما بگم که جهان به ندرت دیده که این همه شجاعت وجود داشته باشه. من همیشه با مردم اوکراین هستم که داره مبارزه میکنه علیه یک حکومت دیگه، مردمی که خیلی شجاع هست، شجاع ترین مردم جهان بلا شک مردم ایران هستند و از این بابت ازشون سپاسگزاری میکنیم. این وظیفه ماست، این وظیفه ماست و وظیفه همه جامعه بین المللی است، به خصوص جامعه اتحادیه اروپا که کمک کنند تا خشونت در ایران متوقف بشه، کشتار متوقف بشه، نقض سوء استفاده از قدرت متوقف بشه، اعدام ها متوقف بشه و به مردم ایران همه ی حمایتی داده بشه که از اون به اون نیازمنده. و به نظرم ما به عنوان اروپایی میتونیم خیلی کارهای بیشتری همین امروز بکنیم، خیلی بیشتر، برای اینکه رژیم آخوندها رو حسابرسی بکنیم به خاطر جنایتهاش. اولین کاری که باید کرد به عنوان اروپایی اینه که تحریم‌هایی رو اعمال کنیم خیلی گسترده تر علیه اون کسانی که مسئولان این رژیم در ایران هستند. باید با این تحریم ها تلاش کرد ستون فقرات رژیم رو در هم شکست، رژیم آخوندی رو، مثلا با لیست گذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا تا محکوم کنیم. این بهترین شیوه هست برای محکوم کردن فعالیت‌های جنایتکارانه سپاه و مسدود کردن ماشین پروپاگاند اونها و دارایی‌هاشون و فرصت برای سفر.
نامگذاری کردن لیستگذاری سپاه پاسداران به عنوان تروریست یک ضرورت هست برای کمک همچنین به حفاظت از همه مردم ایران و همچنین ایرانیان در تبعید در اروپا. کار دومی که باید انجام بدیم اینه که در این چارچوب من این موضوع رو به وضوح بیان میکنم، چه دلیلی داره که مذاکره بر سر توافق اتمی رو ادامه بدیم با رژیم ایران؟ چه معنایی داره در حالی که نمیتونید قراردادهایی ببندید، نمیتونید یه قرارداد دراز مدت داشته باشین و شریکی که باهاش دارین مذاکره میکنید قابل دوام نیست؟ ولی من میبینم که هر روز رژیم ایران به خشونت ادامه میده علیه مردم ایران و نشون میده که یک طرف حساب قابل اعتماد نیست. توافق اتمی با رژیمی که اعدام میکنه و به قتل میرسونه مردم ایران رو به معنی یک کارت سفید برای ادامه این استراتژی خشونتبار خواهد بود. نکته سوم، اقدام سوم اینه که اروپا باید اقدامات بیشتری رو انجام بده برای آزادی فوری گروگان ها در ایران. اونها به ناعادلانه دستگیر شدند، باید آزاد بشن بلافاصله همه گروگان ها، چه فرانسوی باشن چه بلژیکی، باید بدون هیچ امتیازی آزاد بشن. هر امتیازی تحت هر عنوانی فقط این رژیم رو تشجیع میکنه که باز هم گروگان های بیشتری رو بگیره تا روی ما فشار بیاره. جان این انسان ها در خطره. به جای اینکه بگذاریم رژیم قوانین رو اعمال کنه تک به تک و به اون تم بدیم، ما باید کنترل رو به دست بگیریم با هم دیگه و یک طرح اقدام در سطح اروپایی ایجاد کنیم تا شهروندان خودمون رو با امنیت کامل آزاد کنیم. دوستان عزیز من، در پایان میگم که ایران کشور شما میهنی از تمدن بشری است و شما امروز در این مبارزه اساسی امروز درگیر هستین بر سر دموکراسی و استبداد و شکوفایی که توسط رژیم ملاها از بین رفت. یک شریک شیطانی هستند این آخوندها. آینده بشریت امروز تصمیم گرفته میشه در ایران همچنان که در اوکراین و اونچه که غیر ممکن مینمود که بیش از 40 سال ادامه پیدا کرد باید ممکن بشه همین امروز. یعنی ایران آزاد خواهد شد از این دیکتاتورها و به مردم شجاع خودش پس داده خواهد شد. زنده باد ایران آزاد و دموکراتیک. متشکرم برای این افتخاری که نصیب من شد و دعوت شدم که در میان این جمع عظیم باشم. من این قدرت رو دارم در صحنه و این اراده و اشتیاقی رو که وجود داره، شوق و خوشحالی رو که وجود داره در صحنه احساس میکنم در اینجا. این شور و اشتیاق از بزرگترین و پر اراده ترین نیرویی است که در اینجا وجود داره. ولی انقلاب بایستی برای مردم، از طرف مردم باشه، برای مردم ایران باشه و ما همه میدونیم که آیت الله هایی که آمدن، این آخوند هایی که به سر کار آمدن، این انقلاب رو به سرقت بردن و منحرف کردن، از اهداف خودش منحرف کردن
اون را به جهت دیگری هدایت کردند. خانم‌ها و آقایان، دوستانم، اون انقلاب را نابود کردند، به ویرانی کشیدند. نکته دوم من خیلی ساده است. The monarchical despotism of the Shah has simply given way to and been replaced. این انحصار و دیکتاتوری انحصاری که شاه داشت پا داد به چنین فریبکاری آیت الله ها و آخوندها و اون باعث شد که اینها سر کار بیان، چرا که به دموکراسی معتقد نبود، به آزادی معتقد نبودن. این دیکتاتورها به آزادی معتقد نیستن، به حقوق رسانه‌ای، آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان، آزادی زنان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها، معتقد نبودن. اونها دیکتاتور هستند. در هر ذره از وجود خودشون و سلطنت خودشون و حکومت خودشون، از شاه تا آیت الله ها. ولی ما مردم ایران گفتن ما دموکراسی می‌خوایم. ما خواهان دموکراسی برای مردم ایران هستیم. We want democracy. ما دموکراسی می‌خواهیم. We want freedom. ما خواهان آزادی هستیم. We want the rule of law. ما حکومت قانون می‌خواهیم. ما احترام گذاشتن به رسانه‌ها رو می‌خواهیم. تساوی و برابری با زنان رو می‌خواهیم و همینطور حمایت از حقوق برابر برای اقلیت‌ها. هر چیزی که مذهبشون باشه، هر اقلیتی با هر مذهبی بایستی حق رو داشته باشه که آزاد باشه و مردم ایران این حق رو دارن که آزاد باشن و این فرصت رو دارن که آزاد باشن. چرا؟ چون یک مقاومت معتبر و با شرف و با شرافت وجود داره در این دنیا و نیروهایی که دارن و شما در سخنان خانم رجوی این اراده، این قدرت و این شور و اشتیاق رو احساس کردید هنگامی خانم رجوی سخنرانی میکرد. We all know that Mrs. Rajavi. ما همه می‌دونیم که خانم رجوی شخصی است بسیار بی‌باک، بسیار جسور. دارای شخصیتی والا و با آرزوهای بسیار بزرگ برای آزادی، برای ایران. ده ماده‌ای خانم رجوی برنامه اون رو خلاصه کرده که چطور میشه یک ایران دموکراتیک و آزاد رو برپا کرد که عدالت در اونجا برقرار بشه و همینطور آزادی دین از دولت و بسیاری مواد دیگه که در اون آمده، چیزیه که شما میخواین و چیزیه که ما میخواین. هر گونه نیروی شریر، نیروی شیطانی رو که داره بر علیه این میشه بایستی بتونی نفع کنیم. این رژیم تروریستی رو، یعنی اون دارم راجع به پاسداران صحبت میکنن، این نیروی سپاه پاسداران، این نیروی شریر و شیطانی و تروریست رو، پس باید اون رو نفع کنیم. و در نهایت بودن من در اینجا در بین شما مردان و زنان، فکر می‌کنم بسیار تشویق کننده است. بسیار تشویق کننده است. ما راضی نمی‌شیم تا اینکه یک ایران دموکراتیک، آزادی دین از دولت، با حقوق انسانی، حقوق بشری در اونجا برقرار بشه. ما راضی نخواهیم شد به کمتر از این. خانم ها و آقایان، keep the faith, never tire.
هیچ وقت خسته نشوید. در مقابل هر مانعی برخیزید. پیروزی نزدیکه. وقتی که شما به آن آزادی و دموکراسی برسید و به آن عدالت، ما در انگلستان، همچنین در فرانسه، در بلژیک، در کشورهای دیگه، ما در کنار شما هستیم، در کنار هدف آزادی برای مردم ایران هستیم و از حمایت خودمون برای آزادی ایران دست نخواهیم کشید. باشد که شما با این شجاعت و قهرمانی از سوی خانم مریم رجوی پاداش گرفته بشه و خداوند پاداش بده به شما و به این آزادی دست پیدا کنید. متشکرم. ملی و میهنی برای ایران و ایرانی
و ملیت‌های تحت ستم مضاعف است. هر چیزی غیر از این فریب و غیر واقعی است. هموطنان عزیز، تجربه 5 ماهه قیام نشان داد رژیم به شدت آسیب پذیر است، اما هرگز دست از سرکوب بر نمی دارد. خود به خود فروپاشی نمی شود، خود به خود سقوط نمی کند. قیام و انقلاب دموکراتیک با دو موتور محرک حرکت می کند. یکی وضعیت انفجاری جامعه و خشم متکاسف مردم علیه رژیم، و دیگری مقاومت سازمان یافته کانونهای شورشی و جوانان شورشگر. به همین خاطر است که رژیم با انواع ترفندها، شیطانسازیها و به کار گرفتن مزدوران می‌خواهد این مقاومت را از میدان خارج کند. اما هیهات مقاومتی که تاکنون 120 هزار شهید تقدیم کرده، دوشادوش خلق به پا خواسته با کانونهای شورشی و جوانان دلاوری که در کف خیابانها در سراسر کشور به رزم و نبرد مشغولند و با اتکا به زنان و مردان از خودگذشتگی همچون شما، مردم ایران و منطقه را از شر این رژیم خلاص خواهند کرد. هم صدا با زنان و مردان و جوانان شورشی در سراسر خاک ایران، به ویژه دلاور زنان و مردان بلوچستان و کردستان فریاد می‌زنیم: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. هم‌اکنون پیام رهبر مقاومت رو براتون قرائت میکنم. مسعود رجوی، 22 بهمن 1401. اما فراتر از همه اینها، اصل موضوع جبهه خلق است. سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران از 6 دهه پیش بی خود و بی جهت به کلمه خلق نیاویختند. همچنان که در سال 1388 دوباره گفتیم و نوشتیم، جبهه خلق یا جبهه مردم ایران در برگیرنده تمام طبقات و اخشار و جریانها و نیروها و افراد ایرانی است که خواستار سرنگونی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی و در یک کلام خواستار حاکمیت جمهور مردم ایران هستند. بنابراین شاه و شیخ و بقایای حاکمیت و حکومت آنها ضد خلق هستند و در جبهه خلق جایی ندارند مگر با شرایطی که بحث جداگانه دارد و در سال 1388 به تفصیل در کتاب قیام و سرنگونی آمده است. مرزبندی سرخ آتشین بین جبهه خلق و ضد خلق، یعنی مردم و ضد مردم با همه اختلافاتشان در داخل جبهه خلق، تنها مرزبندی واقعی و ضروری و حقیقی در عرصه سیاسی است و هر کس مخدوش کند نه با ما بلکه با آنها در جبهه مقابل است. در سال 1357 سرنگونی دیکتاتوری شاه و تحقق آزادی بود.
سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی یک پیروزی برای مردم بود، اما به خاطر سلطه ارتجاع آزادی تحقق نیافت و مبارزه برای آزادی ادامه دارد. از آن بهمن تا امروز نیروهای سیاسی تاثیرگذار در جنبش ضد دیکتاتوری برای تحقق آزادی، رهایی، عدالت اجتماعی و هر گونه تبعیض مبارزه کردند و در این راه هزاران زن و مرد جان خود را در راه رسیدن به آزادی فدا کردند. متاسفانه انقلاب در دستیابی به خواستهای خود توسط ارتجاع مذهبی به رهبری خمینی و در توافق با قدرت‌های امپریالیستی مصادره شد. رژیم ولایت فقیه که میوه رژیم گذشته هست، کارهای نیمه تمام ساواک دستگاه سرکوب رژیم شاه را کامل کرد و در قتل عام نیروهای مترقی و روشنفکر دست به جنایت‌های هولناکی زد. پس باید گفت خواسته های انقلاب سال 1357 همچنان موضوع اصلی جنبش ضد دیکتاتوری است که این روزها بالنده تر و آگاه منتر شده است. جنایت های استبداد مذهبی نباید جنایت های دیکتاتوری سلطنتی را از سپهر سیاسی ایران پاک کند. مردم از دیکتاتوری سلطنتی عبور کرده و از استبداد دینی هم با اتحاد و همبستگی و سرنگونی جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد. شعارهایی که بیشترین بار در کف خیابان سر داده می شود نشان می دهد که خواست و نیاز مردم آزادی و عدالت است که با استقرار جمهوری دموکراتیک، کثرت‌گرا و جدایی دین از حکومت تحقق خواهد یافت. در حقیقت شعار زن زندگی آزادی بیان نمادین همین خواست و نیاز است. مردم خیابان را با تمام هزینه های آن برای کسب آزادی انتخاب کردند. همراه با شعارهای مردم ما هم میگوییم مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد آزادی، زنده باد انقلاب. سال ارتجاع چنان فضایی ساخت که باقی مانده های ستم شاهی به جای نشستن در دادگاه های مردمی خود را محق به بازگشت می‌بینند. غافل از آنکه انقلاب ضد بنیادگرایی اسلامی ادامه انقلاب ضد سلطنتی است که ناکام و نارسیده در نیمه راه به سرقت رفت. اما اکنون در آغاز انقلاب 1401 با آگاهی از عبور از دیکتاتوری مدرن شاه و دیکتاتوری ارتجاعی شیخ، همراه با بیش از 6 دهه مبارزه و رو در روی بی امان با هر دو رژیم و پرداخت بهایی سنگین که همگان می دانند از شکنجه و زندان و اعدام و تبعید و جانباختن جوانانمان به دنیا، این نوین با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
مردمان مجاهدین 44 ساله که مقاومت میکنن بی وقفه. مقاومت اونها مشروعیتش رو از تعداد زندانیان سیاسی میگیره که به بدترین شکنجه ها و وحشیگری ها رو اعمال کردن علیهشون و اعدام های گسترده‌ای که اونها علیهشون صورت گرفته. رژیم آخوندها به خوبی دریافته که سرنگونیش از همین مقاومت رقم خواهد خورد. اگر رژیم آخوندی اینقدر تلاش میکنه به این علته که به خوبی فهمیده که سرنگونیش از طرف همین کانونهای شورشی مجاهدین در ایران رقم خواهد خورد. در این چارچوب همیشه در رابطه با ابتکار عمل برخی که تلاش دارن یک نماینده رو به اصطلاح به عنوان بچه شاه اون رو نماینده خودشون به عنوان مخالفان رژیم آخوندها معرفی کنن. این یادآور دورانیه که خمینی شعار همه با هم رو میداد بدون اینکه هیچ اتحادی و هیچ مخالفتی رو بپذیره. این ابتکار عملها خواسته یا ناخواسته بقای آخوندها رو هدف قرار داده. آنچه همچنان که خانم رجبی بارها اعلام کرده، هدف مقاومت ما کسب قدرت نیست، خیر. هدف ما سرنگونی رژیم هست برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک که در اون انتخابات آزاد برگزار بشه برای تعیین رئیس جمهور بعدی ایران. انتخاباتی آزاد و دموکراتیک، چیزی که شاه و آخوندها همواره از مردم ما دریغ. همچنان که ایرانی ها میگویند مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه رهبر. همچنان که ایرانی ها میگویند مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. دوستان عزیز مقاومت، خوش اومدید. دوستان آزادی و دموکراسی، خوش آمدید به تظاهرات بزرگ ما امروز تا بگوییم نه به هر گونه دیکتاتوری در ایران، نه شاه نه آخوند. هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین که با تمام عواطفم از این مقاومت و مریم رجوی حمایت می کنم. اما در اینجا نه از موضع مجاهدی، بلکه به عنوان کسی که در رشته تاریخ تحصیل کرده نگاهی به تحولات می کنم. اولین درس تاریخ اینه که زمان رژیم به پایان رسیده. پایینی ها این حکومت رو نمیخوان و بالایی ها نمیتونن حکومت کنن و روی زمین یک نیروی رزمنده سرنگون کننده وجود داره. ممکنه. تلاش های ارتجاع و استعمار در علم کردن پسمونده های شاه برای بازگشت سلطنت نیست، بلکه برای سنگ اندازی مقابل قیام و حفظ رژیم آخوندیه. همین دو روز پیش بچه شاه شنیدین که گفت قیام فعلا در حال سکونه،
ما هم باید منتظر لطف نیروی انتظامی باشیم که به رژیم پشت کنه و رژیم سرنگون شه. فقط آیه یأس برای مردم و امیدوار کردن رژیم آخوندیه. تا 900 سال مستمر رفرم کرده تا به وضعیت فعلی رسیده، در حالی که در ایران سلطنت همیشه مظهر فاشیسم و وابستگی بوده. از کودتای رضاخان و نابود کردن مشروطیت تا رفتن زیر عبای هیتلر، بعد هم کودتای علیه مصدق و کشتار نیروهای انقلابی توسط پسرش، تا حزب فقط رستاخیز. آری، همانطور که سردار خیابانی گفت، نیروهای میراه از صحنه حذف خواهند شد. تاریخ ایران رو مجاهدین با کارنامه درخشان و سراسر فداشون می نویسند. یا در سیاه چالهای آخوندها یا بر سر چوبه های دار، و امروز کانونهای شورشی در کف خیابان ها. پس ما از هر نسلی که باشیم حق داریم فریاد بزنیم مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. طی 5 ماهی که از قیام مردم ایران می‌گذرد، دو حقیقت هر روز روشن‌تر می‌شود. نخست اینکه مردم ایران به چیزی کمتر از سرنگونی تمام عیار این رژیم رضایت نمی‌دهند. دیگر اینکه استمرار این قیام هر چه بیشتر به سازمان یافتگی مشروط است و نقش مقاومت سازمان یافته و کانونهای شورشی نمیتوان صرف نظر کرد. به همین خاطر رژیم و هم پیمانان داخلی و بین المللیش و آلت دستهای سپاه و وزارت به کار افتادند تا با آلترناتیوهای پوشالی و ائتلافهای مجازی در مقابل قیام مانع تراشی کنند. اما هیچ ائتلافی درباره ایران بدون حضور و نقش آفرینی در روی زمین نه واقعی و نه پایدار است. اگر شورای ملی مقاومت ایران دیرپاترین ائتلاف تاریخ ایران است، خمیره وجودی است از مقاومت روی زمین است. اگر از روز اول با مرزبندی با شیخ و شاه، با بجان خریدن انواع فشارها راه بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی را مسدود نمی کرد، اگر 30 خرداد نبود، اگر کاروانی از 120 هزار شهید و 30 هزار سربدار سال 67 نبود، اگر 14 سال پایداری باشکوه در اشرف نبود، اگر مجاهدین پروژه های اتمی و موشکی و تروریسم آخوندی دولتی آخوندها و جنایاتشان در کشورهای منطقه را افشا نمی کردند، آنها هم مانند بسیاری دیگر دچار شقه و فروپاشی می شدند. خوشا به حال مردم ایران که در مقاومت و نبرد سهمگین خود از پشتوانه عظیمی چون ائتلاف شورای ملی مقاومت با سازمانی محوری مجاهدین برخوردارند.
آری، آنکه حرف آخر را میزند نیروی رزمنده کف خیابان است، همان قهرمانان کانونهای شورشی که 5 ماه است کابوس سرنگونی را در مقابل چشمان خامنه جنایتکار نمایان میکنند و ما با افتخار و با تمام قوا از آنها پشتیبانی میکنیم. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. سلطنت در رهبری، دموکراسی برابری. شما قبل از هر چیز فریاد خلق قهرمان ایران بود که با نبرد بی امانش سال 57 نظام سلطنتی رو به گورستان تاریخ سپرد. اینطور نیست؟ ولی متاسفانه رهبری انقلاب، انقلاب مردم ایران، انقلاب آزادی خواهانشون به قول مسعود عزیزمون توسط ولیعهد واقعی شاه یعنی آیت الله خمینی رو بوده شد. مرد بر خمینی. که بعد از 5 ماه قیام مردم ایران، خستگی ناپذیر، توفنده، رزمنده، قرش کننده، امروز در مقابل انظار همه شکل گرفت، نشون میده که هیچ دیکتاتور جلادی نمیتونه مانع از رسیدن ما به گوهر تابناک آزادی بشه. آیا درسته؟ Oh, shit.
لیران